از مدت‌های طولانی است که اداره خدمات ملکی افغانستان تمام کارمندای خود رقم دقیق تمام کارمندای خود نمی‌دانست و منابع مالی و انسانی کشور به می طریق به دلیل ندانستن رقم دقیق تمام کارکنان خدمات ملکی می دانست به هدر بره و در موارد به هدر می رفت. خدمات هم به گونه ای را که مردم نیاز داشتن و توقع دارن از اداره عامه افغانستان خدمات به او شکلش هم بر مردم نمی رسید. در این میان توجه مردم و اونایی را که بیشتر علاقمند ایجاد شبکه ها در داخل دستگاه خدمات ملکی افغانستان بودن و افراد صاحب نفوذ بیشتر توجهشان کابل محور بود و بیشتر در سطوح بالای ادارات خدمات ملکی که میتونست یا تمثیل قدرت بکنه و یا تمثیل صلاحیت توجهشان در او سطح بودن. سطح تحتانی اداره متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می گرفت، چی در مرکز چی در ولایات. وسط تحتانی اداره است که اکثرا اجرایی شدن فعالیت های اداره را و تسهیل کننده خدمات برای مردم سطح تحتانی اداره است. به مو دلیل یک بخش عمده از بستای سطح تحتانی اداره در اداره خدمات ملکی افغانستان خالی بود و مؤثریت و کارایی نداشت. به منظور ازی که اداره کارا شود و تشخیص بتیم که رفع بیکاری های مخفی را بکنیم، او را تشخیص بتیم و در عین حال تشخیص بتیم که آیا کارکنان خیالی هم مثل که در نیروهای امنیتی ما متاسفانه وجود داشت، در ادارات خدمات ملکی هم وجود داره و یا نه. بر اساس هدایت جناب رئیس جمهور، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 3 ماه قبل بررسی های جدی را در این عرصه آغاز کردن. یافته های ما در عین حال که دور از تعجب نبود اما تکان دهنده بود، به این دلیل که یک بخش عمده ای از کارکنان خدمات ملکی سطوح تحتانی اداره که اما قسمی که قبلا گفتم مسئول اصلی ارائه خدمات اولیه است برای مردم در سطح ولسوالی ها و در ارتباط مستقیم با مردم هستند در سطح ولسوالی ها، ولایات و ادارات مرکزی، این پست هایشان خالی بود و در بعض موارد افراد خیالی حضور داشتند، نامایشان و او بستا اما مؤثریت لازم خود نداشت. ما به همکاری وزارتخانه‌های محترم و همکارای ما حدود نزدیک به 3 ماه بررسی های کامل انجام دادن و حدود 17,000 بسته که باید تقرر حاصل کنن، 9,000شان بستای 5 و 6 که سطح تحتانی ادارات هستن، مرحله ورودی افراد در ادارات خدمات ملکی هستند، اونا را تشخیص دادیم و آماده ساختیم برای ای که از طریق یک رقابت آزاد بتانن مردم ما و مخصوصا جوانا ای پست را احراز بکنن. ابداعزار بست ما در 43 اداره و وزارتخانه چی در سطح مرکز و چی در سطح ولایات حضور دارن. از مجموع اینا 9,000 بستشان بست 5 و 6 هستن و 8,000 بست از اینا بست معلمی هستن و از لحاظ دستبندی کدری اینا حدود 20 صاحه کدری تشخیص شده که مردم باید با او به رقابت بپردازن. نکته اساسی ای است که ای بار افراد را که به رقابت می پردازن کامل باید به خود اتکا داشته باشن، پشت واسطه نگردن، انرژی خود پشت از او صرف نکنن، به خاطر اینکه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با میکانیزمایی را که ایجاد کرده تلاشش ای است که مداخله فردی را و واسطه را کاملا حذف بکنه، مداخله انسانی را در پروسه به حد اقل برسانه و نفوذ و واسطه را کاملا حذف بکنه. به او دلیل از خانواده های محترم خواهش ما ای است که و فرزندای خود که علاقمند هستند که شامل ادارات خدمات ملکی افغانستان شوند به اونا هم توصیه بکنن و خودشان هم خودداری بکنن از این که دنبال واسطه بگردن. تنها و تنها اتکا به خود فرد اونا را میتونه موفق بسازن. در رقابتون به ولایت و پکچه که اتر سرسی
امتحانونه به هر ولایت که تر سر است د کندهار زوانان به کندهار کې امتحان ورکی او رقابتی بکی وکی د خوست زوانان به په خوست کې وکی جوانان غور و بدخشان و هرات و مزارم در ولایات خود و بامیان در ولایت خود امتحان خواهد دادن. همکارای ما تلاش کردن تا تمام این بستار دستبندی بکنن تا سطح ولسوالی و تشخیص بکنن تا سطح ولایت و هر کاندید حق درخواست یک بسته داره و در ولایت خود داره. پس به او خاطر همه شمولی اشتغال در این پروسه تضمین میشه و تمام ولایات افغانستان امو سهمی را که برای خدمات ملکی دارن و سهمی را که برشان از امی 17000 بست تعیین شده اونا را دسترسی برش پیدا بکنن. این پروسه یک پروسه آسان نبوده. تشخیص بستای خالی، تشخیص بیکاری های مخفی، تشخیص افراد خیالی یک پروسه بسیار مسلکی، تخصصی و جنجالی بوده. همکارای ما در کمیسیون و همکارای ما در سایر وزارتخانه‌ها دست به دست هم دادن تا ما به این مرحله برسیم. حداقل تنها برای 8 بست لوایح وظایف و دستبندی‌هایی که صورت گرفته کتاب چند منی است و یا چند صد صفحه‌ای است که تنها برای 8000 بست برای معلمین است. به عین تعداد کار در مورد 9000 بست صورت گرفته. از همکارای رسانه‌ای باز آرزومند هستیم برای بررسی‌های بیشتر اینا را بررسی کنند. تمامی پروسه از طرف نهادهای مدنی و رسانه‌های ما نظارت خواهد شده. پروسه را به حد اکثر شفافیت برگزار می‌کنیم. تمام مراحل رقابتی را، چیزی را که بسیار مهم است، شهروندان و مردم ما خودشان به عنوان عامل حسابدهی ساختن کمیسیون و ادارات دولتی عمل بکنند. و هیچ کس اجازه نتن تا حق یک فرد را که زحمت میکشه، درس میخونه و تلاش میکنه از طریق رقابت جایگاه خود در جامعه ثابت بکنه و در اداره مصروف خدمت شوه، حقی از او تلف نشه. و ما با تعهد کامل به مردم افغانستان با شفافیت کامل این پروسه را برگزار خواهیم کرد. در این ارتباط حتما سوالات دوستا، سوالاتشون زیاد خواهد بود، خدمت شما بعدا در ارتباط به سوالایی که دارین خواهیم بود. اما چیز مهم ای است که سه مسئله را گفتم خدمتتان، میگم تنها تا بال یکش گفتیم. چیز مهمی را که از این پروسه پیامی که برای مردم شریف ما است ای است که تخصصی شدن اداره، بهبود در خدمات ملکی افغانستان، بهبود در ارائه خدمات و انکشاف افغانستان منوط و مرتبط به یک دستگاه بی‌طرف خدمات ملکی است. دستگاه بی‌طرف خدمات ملکی تنها و تنها از طریق رقابت آزاد به وجود خواهد آمد، نه از طریق واسطه، نه از طریق اعمال و نفوذ. ما و همکارایم که امروز اینجا هم تشریف دارن و در کمیسیون بیشتر هر صد همکار ما که زحمت میکشن در کابل و در سایر نقاط افغانستان، کل ما تعهد به این داریم که اداره افغانستان تلاش بکنیم تخصصی شوه و تلاش کنیم بی‌طرف شوه و تلاش کنیم به اساس لیاقت و شایستگی شکل بیابه و به سیستم تبدیل شوه. نکته دیگه‌ای که مرتبط با ای است اما در عرصه اصلاحات از خدمتتون می‌خوایم شریک بسازم و ای است که اکثرا شهروندای ما از حقوق خود در جریان مراجعه به دستگاه خدمات ملکی افغانستان کاملا آگاه ندارند. مکلفیت های ادارات برای ارائه برای خدمات بر شهروندا کمتر تشخیص شده و یا قابل شناخت بوده و قابل فهم بوده بر شهروندای افغانستان. اداره مکلفیت داره تا تمام لوایح و مقررات خود که متأثر می‌سازد پروسه های رسیدگی به و ارائه خدمات برای مراجعینشان، برای شهروندان نشر بکنن و قابل دسترس بسازن برای شهروندان. بر اساس فیصله کابینه تمام ادارات که در اونجا مردم مراجعه میکنن و خدمات حاصل میکنن مکلف هستن تمام شرایط ارائه خدمات خود در لوحه ها و صفحات را که قابل رویت باشه و کلیگی بتونن بخوانن در ادارات خود نصب بکنن.
مثلا زمانی که شما به اداره پاسپورت میرین باید تمام شرایطش در پالوی ازی که در وبسایت ریاست پاسپورت نشر است باید در دان دروازه پاسپورت و در مرکز رسیدگی مراجعین و مشتریان باید نشر باشه که مکلفیت های اداره چی است و از مشتری چی تقاضا دارن زمان بندی شوه تا مشتری دیگه منتظر طولانی در اداره باقی نمانه و بدون از اینکه درک کنه که پروسه رسیدگی به کارش تا کدام مرحله است و خصم باقی نمانه به او دلیل مصاحبه کابینه است و کمیسیون از این نظارت خواهد کرد تا تمام ادارات را که خدمات برای مشتریان فراهم میکنن تمام طرز العملهای خود نشر بکنن و لوحه هایی را که توضیح بده کدام حقوق از یک مراجعه کننده است و کدام مکلفیت های اداره است که در روشنی از او معلومات مشتری بدانه که اداره چی مکلفیت داره و در کدام مدت زمان خدمات برش باید ارائه بکنه. نکته دومی که خدمتتون ارائه میکنم این است که شما خبر هستین دو هفته قبل امتحان جمعی تدارکات بسته تدارکات برگزار شد. خوشبختانه امتحان با اشتراک تعداد زیادی از جوانان تقریبا از تمام ولایات افغانستان برگزار شد و به خوبی سپری شد. مراحل بررسی نتایج خاتمه پیدا کرد. ما در اینجا جا داره که از همکارای ما در وزارت محترم تحصیلات عالی مخصوصا ریاست کانکور خموش صاحب اینجا حضور دارن از اینا ابراز سپاس و قدردانی و تشکر بکنم که در این پروسه ما را همیاری کردن و همراهی کردن و یک بخش عمده از بار از سرشانهای ما کم ساختن در پروسه استخدام ابدع هزار بست و رقابتی را که مردم ما تعداد زیاد برای ابدع هزار بست انجام خواد دادن هم یک بخش عمده او بار امرای ما وزارت محترم تحصیلات عالی مخصوصا اداره کانکور خواهد کشیدن و من ازشان قبل از قبل ابراز سپاس میکنم. نکته ای را که قبلا فراموش کردم خدمتان بگویم ما 34 هیئت به 34 ولایت خواهیم فرستاد تا تمام مراحل درخواستی هایی را که هم از طریق آنلاین یا در روی اینترنت برای ما میفرستن مردم و متقاضیان و یا ای که به صورت چاپی در روی اوراق میفرستن به ادارات ما همکارای ما از کابل میرن برای ولایت و در اونجا در پالوی ازی که پروسه دریافت درخواستی ها را نظارت میکنن اونا را جنبندی میکنن به کابل میاین اداره کانکور هم امو تسهیلات تکنیکی و تکنولوژی که برای ما فراهم خواهد کرد که ما بریم به ولایات مشترکن با اینا تا این برنامه رقابتی را برگزار کنیم و با استفاده از تکنولوژی بتانیم اصل اساسی شفافیت و بی‌طرفی و انصاف از اون طریق تأمین بکنیم نتایج امتحان تدارکات نهایی شده امروز اعلان شده خموش صاحب من فکر میکنم که یک نتایج پیش خود داده حداقل سه برنده یا کامیاب اول دارن که اینجا میشه که دوی ما مشترک نور بخوانیم در خدمت رسانه و مردم هم ازش آگاه شوند اما تمام شهروندهای ما مخصوصا او جوان ها و او عزیزایی را که امتحان داده بودن نزدیک 8000 نفر امتحان داده بودن اونا از امی لحظه میتونن در وبسایت وزارت محترم تحصیلات عالی با امو شماره شناسایی و یا کد شناسایی که داشتن و یا نام و نام پدر خود که داشتن میتونن در او صفحه مراجعه بکنن و از طریق امو کد شناسایی بتونن بیافن که در کدام بست کامیاب شدن و یا شامل ریزرف هستن و یا ای که باید دوباره به امتحان برن جناب خموش صاحب تشکر از این جدول اول نمره الا سویم نمره امتحان جمعی بستای تدارکات دوائر دولتی به اجازه تان واکنون میگم که همینجا بخوانیم که اول نمره تا سوم نمره کی شده ای سرقوچ و مهر و اینا شده از خاطر چی است اول نمره الا سوم نمره امتحان جمعی تدارکات نهادهای دولتی سال 1396 شماره اول آیدی J01060F64 نام عبدالشکور، نام پدر عبدالعزیز، تخلص عزیزی، نام پدر کلان مولوی نظر محمد، نمره کارت 275 33 52 بست 4 عضو مسلکی تدارکات امور ساختمانی ایشان اول نمره کنکور شدن می رقم هستند.
تشکر برای آقای عبدالشکور مبارک امیدوار هستم از رسانه ها میاله ببینن دوم نمره کانکور آیدی یا نمبر شناسایی J01061139 عبدالرشید ولد غلام سخی تخلص یوسفی نام پدرکلان محمد یوسف نمره کانکور 274-48-38 بست چهارم است اینا هم عضو مسلکی تدارکات امور ساختمانی واجد شرایط مرحله ارزیابی شدن که به اینا هم مبارک و سوم نمره کانکور ما J01065782 محمد صابر ولد محمد علم تخلص فاروقی نام بدرکلان بازار نمره ایشان هم در کانکور 272 بودن و بست ششم کامیاب شدن مامور اجرایی بر سه عزیز مبارک باشه یک جان تشکر خاموش صاحب بازم از همکاری هایتان عزیزای دیگه با شماره آیدی خود میتونن با وبسایت هم با وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری که یک لینکش مانده شده و هم با وبسایت وزارت محترم تحصیلات عالی مراجعه بکنن با کدای شناسایی خود نمره خود ببینن که نتایجشان چگونه بوده و خبر سومی که کمیسیون در گذشته حداقل 6 وبسایت داشت و این 6 وبسایت و صفحهش بخشای مختلف کمیسیون انعکاس میداد و این بیانگر یک حالتی بود که یک نهاد واحد با بخشای مختلف عمل میکرد و اینا با هم پیوند نداشتن خوشبختانه اصلاحات را که با وجود آمده در کمیسیون آل از واحدهای جداگانه ای را که وجود داشت به یک واحد منسجم و به یک سیستم کارای واحد مبدل شده به مو خاطر تمام وبسایت های کمیسیون وبسایت های پنجگانه کمیسیون که بخشای مختلفش داشت تمام اونا بسته شده اما برای فعلا تنها یک وبسایت واحد است تمام معلومات را که در مورد خدمات ملکی افغانستان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و سوالات مرتبط با او است و معلومات مرتبط با او است از طریق وبسایت شما میتونین دسترسی پیدا بکنین پروسه حکومتداری الکترونیک یکی از اولویت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری است و انشاءالله در ماه آینده شما شاهد تغییرات بیشتر در او عرصه خواهیم داشت خواهیم بود